امشب در 24 انتشار ایمیل های دزدیده شده توسط هکرهای جمهوری اسلامی از کارزار ترامپ. رویترز میگه محتوای دزدیده شده به یک رسانه دموکرات و یک روزنامه نگار مستقل فروخته شدن. مرکز نظامی ایران در اولویت حمله احتمالی اسرائیل. واشنگتن پست میگه هدف قرار دادن سایت‌های پرتاب موشک به ویژه در غرب ایران بر توانایی تهران برای واکنش بعدی تأثیر میذاره. ادامه تحقیقات ترور نافرجام مسیح علی‌نژاد با صدور کیفرخواستی جدید. FBI میگه این کیفرخواست نمای کلی رویکرد جمهوری اسلامی رو در قبال انتقاد نشون میده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در فاصله کمتر از دو هفته به انتخابات آمریکا، رویترز خبر داده که یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی ایمیل‌های کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ رو هک کرده و محتوای دزدیده شده رو به یک رسانه دموکرات و یک روزنامه‌نگار مستقل فروخته. گروه هکری مینت سندستورم با هویت جعلی رابرت رمزهای عبور کارکنان کارزار ترامپ رو سرقت کرده و به ایمیل‌های داخلشون هم دسترسی پیدا کرده. رویترز تونسته یکی از اسناد منتشر شده رو تایید کنه. این در حالیه که دیروز جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود که کاخ سفید هنوز به حد مطلوبی از شناسایی دخالت‌های خارجی در انتخابات آمریکا نرسیده، اما پیشرفت‌های حاصل شده. مقامات آمریکایی گفتند تلاش‌های روسیه، چین یا ایران برای مداخله در انتخابات آمریکا بدون واکنش نخواهد. شاهین سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا و مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجانه کانادا با ما هستند. آقای سمی، این دیگه حدس و گمان نیست. آن چیزی که رویترز داره گزارش میده نشون میده که روی زمین هم از این اطلاعات هک شده ای که منتسب است به هکرهای جمهوری اسلامی استفاده شده و بنابراین میشه حدس زد که عملاً در انتخابات تأثیر دارن میذارن. با درود به شما جناب فرهزاد گرامی، دوست خوبم جناب صارمی‌فر و مردم عزیز ایران. ببینید این گونه هست، اما دولت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی باید این رو بدونه که اولا این اطلاعاتی هم که بهش دسترسی پیدا کرده، حتی اگر همه اونها هم به بیرون درز پیدا بکنه، ارزشی برای کارزارهای انتخاباتی نداره. چرا؟ چون سابقه این کار رو ما داریم. در سال 2000 هم حتی یک سری از مدارک سری مربوط به کارزار انتخاباتی آقای جورج دبلیو بوش رو یک کسی رو بود و به کارزار انتخاباتی آقای الگور فرستاد. اونا هم اولین کاری که کردن این رو بردن به FBI دادن. یعنی هیچ کدوم از این مناسک استفاده شدنی نیست. حکومت جمهوری اسلامی فکر میکنه که میخواد تاثیرگذاری بکنه، ولی من فکر میکنم که این توانمندی اونها رو به مقصود مورد نظرشون نخواهد رسوند. چون اگر بیایم از وجهه سیاسی مسئله هم بخوایم نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی به زعم خودش علاقمند هست که آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا نشه، اما ولی نعمت جمهوری اسلامی روسیه بنابر نیازمندی های خودش علاقمند هست که آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا بشه. پس جمهوری اسلامی این رو باید درک بکنه که با این جور رفتار، یک، نمیتونه روی انتخابات امریکا تأثیری بگذاره، چون واقعا حتی اون چیزایی هم که الان درآمده ارزشمند برای تغییر نتایج نیست، و دوم اینکه اگر چیزهای مورد نظری بود، خبرنگاران زبده و درجه یک امریکایی تا حالا ازش استفاده کرده بودن. آقای صارمی‌فر، اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید، ولی به نظر میسه چه در هک کردن اطلاعات کارزارهای انتخاباتی، چه در درز اونها، تا اندازه زیادی بیشتر از اینکه از فناوری استفاده بشه، هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی از مهندسی اجتماعی استفاده میکنن. چقدر واقعا کسانی که در امنیت شبکه فعال هستن، به خصوص در ساختارهای انتخاباتی آمریکا، میتونن با چنین چیزی مقابله بکنن با توجه به اینکه الزاماً خیلی موضوعی فنی نیست؟ درود بر شما و بینندگان عزیز و جناب سمی.
همطور که گفتین اینها بیشتر میان در حقیقت در حملاتی که بهش گفته میشه حملات گردابی، اون هدفشون رو که یک فردی هست که توی یک شبکه عضو رو روش کار میکنن طوری که گولش بزنن که بتونن به نوعی اون رو ترغیب بکنن روی یک لینک کلیک بکنه، بعد یه جاسوس افزار روی دستگاهش نصب میشه. بعد اون فرد که بخواد مثلا وارد حساب کاربریش در کمپین ترامپ بشه یا هر جای دیگه‌ای، به هر حال اینها پسوردش رو می‌دزدن و بعد وارد این شبکه میشن. سابقه زیادی هم داشته این گروهی که گفتید، گروه دیگری APT42 که در گزارش‌های مشابه اسمش اومده، اینها نه تنها حملات سیاسی به کشورهای مختلف، به حملات نظامی، به حتی به شهروندان عادی هم حملاتی کردن، از جمله به ساکنان مثلا بخشی از پنسیلوانیا شیره آبشون رو بسته یا چیزای مشابه. اینا از این نوع حملات به این دلیل انجام میدن که خب هدفشون، چون بخش از ساختار نظامی هستن، هدف نظامی بهشون سپرده میشه. الزاما به این معنی نیست که از آخرین تکنولوژی ها استفاده بکنن. یک کاری که بنابراین متخصصین شبکه میتونن انجام بدن اینه که بیان در آموزش بدن به افراد مختلف که چطور گول اینها رو نخورن، چطور لینک هایی که دریافت میکنن از طرق مشابه در حقیقت آزمایش بکنن. اما فقط متخصصین امنیت شبکه نیستن، اینها استفاده های دیگری هم از این محتواها میکنن. یعنی همونطور که آقای سمیعی گفتن و فکر میکنم که یکی از سخنگویان پولیتیکو هم گفته که اینها خیلی ارزش خبری ندارن، این کسی که اینها رو منتشر کرده بیشتر ارزش خبری داره، ولی اینها از این فضای در حقیقت آشوبناکی که این اخبار تولید میکنه که کمپین ترامپ هک شده استفاده میکنن، در آینده اخبار جعلی رو منتشر میکنن که منسوب میکنن به این هک. یعنی این در حقیقت نقطه پایانی این عملیات نیست، یعنی ما با یک عملیات پیچیده فریب افکار عمومی مواجه هستیم که به ابعاد مختلفش فکر شده و فقط متخصصین امنیت شبکه نیستن که میتونن جلوی این بیستن، فکت چکرها، رسانه های جریان اصلی و تحلیلیه ها هستن که باید جلوی این بخشی از این نوع حملات سایبری بیستن. ولی در نهایت هم سخت مثلا از زمینه فکت چکینگ، اگه شما ببینید اطلاعات درسته، خب هر خبرنگاری هر رسانه‌ای ممکنه وسوسه بشه ازش استفاده بکنه. این همه هم دولت‌های متخاصم وجود داره، چطور میتونه مطمئن باشه مثلا جمهوری اسلامی پشت در زین اطلاعات بوده و احیانا یک نفری که میخواسته فقط از داخل کارزار ترامپ یا خانم هریس اطلاعات درز بده نبوده؟ من خب این چیزهای زیادی داره و واقعا باید کیس به کیس مطالعه بشه، در تحلیل‌ها بررسی بشه. وقتی که اولین بار این اکانت رابرت اطلاعاتی رو به پولیتیکو فرستاد، من یادم فکر می‌کنم در خدمت برنامه شما هم بودم، حدود چند ماه پیش بود، این پولیتیکو اطلاعات رو منتشر نکرد بلکه اکانت رابرت رو معرفی کرد به FBI و از اونجا پیگیری شد. یعنی این تحلیلیه هست که تصمیم می‌گیره که در نهایت چه کاری بکنه و این به مورد بسته داره. خب در اینجا اطلاعات خیلی با کیفیتی نبوده، چه بسا اینها دارن در حقیقت روغن ریخته رو خرج امامزاده میکنن و میگن که ما تعهدمون رو عمل کردیم، ولی در مواردی هم باشه که خب در این اسناد چیزهای قابل توجهی باشه و اینها بیان منتشر بکنن، اینو ما نمیدونیم. ولی به نظر میرسه که به هر حال این طرف مقابل هم صرفا به اون حملات سایبری که داره انجام میده به عنوان یک جزئی از یک جریان کلی میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن نگاه میکنه و براش برنامه داره. حالا اینکه چقدر موفقه که من با آقای سمیعی هم عرضم. آقای سمیعی، چه ابزاری در دست دولت آمریکا وجود داره؟ میبینیم در زمینه‌های حتی جدیتر مثل برنامه هسته‌ای یا فروش نفت ایران خیلی اوقات تحریم‌های آمریکا هم جواب نمیده. در این مورد که اتفاقا در فضای مجازی هم صورت میگیره، چه اهرمی دارن آمریکایی‌ها؟ ببینید، آمریکایی‌ها ممکنه خودشون به شخصه نخوان پاسخگو باشن، از طرق دیگر و در مسیرهای دیگر پاسخ جمهوری اسلامی داده خواهد شد یا پاسخ جمهوری اسلامی گذاشته میشه به حساب بقیه کارهایی که بایستی پاسخگویی داشته باشه و اون رو انجام خواهند داد. اما این رو هم من واقعا بایستی عرض بکنم خدمت شما و بینندگان محترم که این گونه دخل و تصرفات توسط دولت‌های متخاصم مثل جمهوری اسلامی تأثیری در روند انتخابات امریکا نخواهد داشت. ببینید، حتی الان در امریکا مهمترین مسئله‌ای که بر سر زبان‌ها هست این هست که رئیس دفتر آقای ترامپ آمده گفته آقای ترامپ یک فرد فاشیستی است که علاقه‌مند به هیتلره.
اما نظرخواهی ها همین امروز نشان میده که اگر آقای ترامپ برتری نداشته باشه با خانم کامالا هریس مساوی هستند. پس واقعا این گونه روند ها برای جمهوری اسلامی جایگاه برتری رو نخواهد خرید. اما در این که ایالات متحده چه پاسخگویی هایی خواهد داشت، ما دیدیم در گذشته هم ایالات متحده هم سایر متحدینش تونستن همینجور حملات سایبری رو به مناطق مهم نظامی و اطلاعاتی و امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام بدن که بسیاری کارشون رو مختل کرده. پس اگر واقعا جمهوری اسلامی فکر میکنه که با یک همچین کارهای نابخردانه و کودکانه میتونه در روند انتخاباتی امریکا تاثیرگذار باشه، بایستی بگم که سخت در اشتباه هستن. دولت امریکا هم پاسخشون رو خواهد داد. در این زمینه فرقی نمیکنه چه دموکرات ها سر کار باشن چه جمهوری خواه سر کار باشن، ورود به حوزه امنیت ملی امریکا خط قرمزی است که هیچ یک از دولت ها نخواهند پذیرفت. ممنونم از هر دوی شما، شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی و مهدی صارمی فر روزنامه‌نگار علم و فناوری. در حالی که فقط 11 روز به انتخابات آمریکا باقی مونده، نتایج اولیه آرای غیابی و پستی در برخی از ایالت‌ها باعث دلگرمی جمهوری‌خواهان شده. به گزارش آکسیوس، رهبران دموکرات کنگره نگران از دست دادن کنترل سنا و شکست در انتخابات عمومی ماه نوامبرند، در حالی که هر دو حزب به شدت به آرای ایالت‌های میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین نیاز دارند. کاملا هریس برای ادامه کارزارش امروز به تگزاس سفر می‌کنه، موضوعی که مورد توجه مطبوعات آمریکا قرار گرفته. خبرنگارمون از کنگره آمریکا آرش علایی به ما پیوسته. آرش، دیگه زمان زیادی نمونده، در 11 روز تصویری به ما بده از اینکه دو کارزار کجا ایستاده. ببین اولا چه گفتگوی خوبی داشتی الان با این دو تا دوستمون، آقای شاهین سمیعی و آقای صارمی فر، در مورد حالا همین داستان هایی که فقط مختص جمهوری اسلامی و روسیه و چین هم نیست، کارزارهای دو طرف هم سعی میکنن که اطلاعات غلط برسونن. دو هفته به قول تا مانده است، حدوداً 11 روز مانده به روز انتخابات. هر آنچه که از دستشون بر بیاید انجام میدن تقریبا، برای اینکه بخوان کاندیدای حزب مخالف رو بخوان تخریب کنن چهرش رو. موردی که الان خود آیشا هم سمیه هم دیدم بهش اشاره کرد، در مورد همین رئیس دفتر سابق آقای ترامپ جنرال کلی، ایشون مصاحبه‌ای کرده بود و گفته بود چند روز پیش که آقای ترامپ گفته است یه جنرال‌هایی میخواد داشته باشد شبیه هیتلر. اولا خب آقای جنرال کلی مدت‌ها رئیس دفتر ترامپ بود، با هم اختلاف داشتن تو کتاب‌های مختلف راجع به اینکه آقای کلی چقدر تحقیر شده بود بارها توسط ترامپ، اخراج شد توسط دونالد ترامپ. 4 سال جنرال کلی وایساد و وایساد، این داستان یادش نمیاد. 2 هفته مانده بود به انتخابات، ناگهان یادش اومد که من یادم رفته بود اتفاقا آقای ترامپ یه رفعه گفته بود میخواد شبیه ترامپ باشه. و الان میبینید مطبوعات نزدیک به دموکرات ها و اونایی که نزدیک هستن به خانم کامالا هریس ولکن این نیستن، یعنی از صبح تا شب تقریبا شما چه صحبت های خانم هریس رو گوش کنید، چه به تیم والتس گوش کنید، چه به باراک اوباما گوش کنید در این چند روز گذشته، چه مطبوعاتی مثل سی ان ان ام اس ام بی سی، این تمرکزشون رو شخصیت آقای ترامپ هست و راجع به این داستان هست. در حالی که میبینیم در صندوق رأی واقعیت ها نشان دهنده این است که آرام آرام آقای ترامپ دارد میآید که کاخ سفید رو از آن خودش بکند. و نه تنها کاخ سفید، یادمون نره دونالد ترامپ تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، از سناتورهایی که در این انتخابات روی برگه های رأی هستن، این یک انتخابات عمومی است، فقط مربوط ریاست جمهوری نیست، به کنگره، فرمانداری ها، کنگره های محلی، پارلمان های محلی، اونها هم خیلی هاشون انتخاب خواهند شد. و افرادی که وصل بودن با آقای ترامپ، افرادی که آقای ترامپ از اونها حمایت کرده است، الان می‌بینیم در انتخابات مجلس نمایندگان دارن یواش یواش میآیند بالا. در انتخابات سنا به نظر میآید که دموکرات‌ها سرنوشت خودش رو که شکست در انتخابات خواهد بود رو قبول کردند و اکثریت سنا رو به احتمال بسیار زیاد، اگر
سورپریز بسیار عجیبی رخ ندهد فردا، سنا رو دموکرات‌ها از دست خواهند داد. در مجلس نمایندگان جمهوری‌خواهان اکثریتشون ناچیز است، 4 نفر بیشتر اکثریت ندارند. اگر دموکرات‌ها بتوانند به پیروزی برسند، کار مایک جانسون رهبر کنونی مجلس نمایندگان که دقیقاً 1 سال پیش پس از استیضاح کوین مک‌کارتی دیگر رهبر جمهوری خواهان توانست به قدرت برسد به پایان خواهد رسید. ولی اگر آقای مایک جانسون و جمهوری خواهان موفق بشن در این انتخابات، به خاطر اینکه خود رئیس مجلس هم طبق گزارش اکسیوس به شدت تلاش کرده است برای حزب برای موفقیتش، به ایالت‌های مختلف سفر کرده، از کاندیداهای مختلف حمایت کرده است، به نظر می آید که تمدید خواهد شد. اگر جمهوری خواهان رأی خودشون یه خورده بالاتر هم ببرن، مایک جانسون ماندنی خواهد بود در مجلس سنا. با رفتن میچ مک‌کانل رهبر کهنه‌کار جمهوری خواهان، یک جای خالی اونجا وجود دارد. 3 سناتور با نام‌های جان وجود دارن، بهشون میگن 3 جانز، 3 جان. جان بروسا هست، جان کورنین هست و آقای جان ثیون، که اینها گزینه‌های جایگزینی میچ مک‌کانل هستن. اگر جمهوری خواهان سنا رو بگیرن، یکی از اینا رهبر اکثریت خواهد شد. و بعد هم دونالد ترامپ، الان چیزی که ما داریم می‌بینیم طبق اون آمار اطلاعاتی که از آرای غیابی و پستی و یه سری از ایالت‌هایی که زودتر رأی رو شروع کردن مثل ویرجینیا، اون چیزی که ما داریم می‌بینیم این است که جمهوری خواهان رأی بیشتری دادن نسبت به 4 سال پیش فعلا. و اون چیزی که کمپین ترامپ به اکسیوس گفته است این است که هیچ اطمینانی وجود ندارد، انتخابات هنوز نزدیک است، جمهوری خواهان هنوز باید بروند پای صندوق های رأی. اما اگر روند به همین صورت ادامه پیدا کند، اونا به اکسیوس گفتن مطمئنند که دونالد ترامپ به زودی به کاخ سفید راه پیدا خواهد کرد. ممنونم از تو هارش علی، خبرنگار ما در کنگره ایالات متحده از واشنگتن دی سی. حدود 3 هفته بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل و همزمان با گزارش‌ها درباره برنامه‌ریزی اسرائیل برای یک حمله گسترده به جمهوری اسلامی، واشنگتن پست در گزارشی اهداف احتمالی اسرائیل برای این حمله را بررسی کرده. برای این گزارش، هرچند بایدن با حمله اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران مخالفت کرده، اما پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال و پایانه‌های نفتی ایران می‌تونه از اهداف احتمالی اسرائیل باشه. خطوط انشعاب و پایانه‌های جنوب غربی ایران و شمال جزیره خارک یکی از نقاط آسیب‌پذیره که به گفته واشنگتن پست اسرائیل با حمله به اون می‌تونه جریان نفت ایران رو برای هفته‌ها مختل کنه. با این حال، در این گزارش ذکر شده که گستردگی و سیستم‌های پشتیبان صنعت نفت ایران می‌تونه تأثیر حملات رو محدود کنه. تحلیلگران نظامی به واشنگتن پست گفتن پایگاه‌های موشکی ایران منطقی ترین گزینه برای حمله اسرائیل که میتونه در واکنش بعدی جمهوری اسلامی تأثیر بذاره. پایگاه‌های موشکی تبریز، باختران و امام در غرب و بندرعباس در جنوب از جمله این اهدافن. سایت‌های پرتاب موشک در غرب ایران هم به دلیل نزدیکی به اسرائیل اهمیت ویژه‌ای دارن. در بخش دیگری از این گزارش آمده که تأسیسات هسته‌ای اعلام شده ایران که موقعیت تقریبی اون روی نقشه مشخص شده، از جمله مراکز اصفهان و فوردو هم میتونن در فهرست اهداف اسرائیل قرار داشته باشن. در این گزارش یادآوری شده که دولت بایدن به شدت با حمله به تأسیسات هسته‌ای مخالفت کرده. وزارت خارجه ایران هم پیشتر اعلام کرد که در این مورد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکایت کرده. سرهنگ بازنشسته جاناتان کانریکس، سخنگوی سابق ارتش اسرائیل و عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، به ما پیوسته. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از اینکه به اهداف احتمالی اسرائیل برسم، میخوام در مورد زمانبندی این واکنش ازتون بپرسم. چیزی نزدیک به 3 هفته گذشته، این تأخیر چرا تا این اندازه به نظرتون طول کشیده و الان که 10 روزی بیشتر به انتخابات آمریکا نمونده، آیا فکر میکنید اسرائیل پیش از انتخابات چنین حمله‌ای رو انجام خواهد داد یا میمونه بعد از انتخابات؟ سلام. I waited for the translation. Thank you for having me. خیلی متشکرم از دعوت شما. منتظر بودم که صدای ترجمه وصل بشه. فکر می‌کنم که اسرائیل این تأخیر در انجام این حمله بیشتر به دلیل ملاحظات عملیاتی بوده. اجزای مختلفی هستند که باید با همدیگه هماهنگ بشن. ملاحظات تاکتیکی مختلفی هستند که اسرائیل باید لحاظ کنه قبل از اینکه چنین حمله پیچیده
نظامی رو پیاده کنه و فکر می‌کنم که اینها عمدتاً ملاحظات استراتژیک و نظامی باشن نه سیاسی و در نهایت من فکر می‌کنم که اسرائیل قبل از انتخابات آمریکا این حمله رو به انجام برسونه برای اینکه هرچه بیشتر صبر کنه شاید در واقع این به نفع اسرائیل نباشه. اسرائیل برای اولین بار به صورت جدی قبل از انتخابات آمریکا این حمله رو انجام خواهد داد. گزارش‌هایی هستش که بخشی از این تأخیر شاید به خاطر درز اطلاعاتی بود که از آمریکا به بیرون منتشر شد. چقدر فکر می‌کنید اون درز اطلاعات می‌تونه نقش بازی کرده باشه؟ خب البته این نشت اطلاعات خب خیلی بد و منفی بود و بی‌ثبات کننده. طبق صحبت کسانی که در داخل ساختار دفاعی اسرائیل من باشون صحبت کردم چیزی که به من گفتن اینه که واقعا تأثیر جدی روی آماده سازی اسرائیلی نداشته یا روی تاریخ حمله هم نداشته، اما خب این یک نقض جدی اعتماد بوده بین دو نفر دو طرف و خب سوالهای جدی رو مطرح میکنه درباره روابط آمریکا و اسرائیل و این مسائل رو ما داریم پشت صحنه مستقیم بین اسرائیل و آمریکا حل و فصل میکنیم و آمریکایی‌ها دارن اینو خیلی جدی میگیرن و درستش هم همینه، برای اینکه باید که یک رابطه و یک اعتماد بی‌شائبه و بی‌مانعی باشه بین دو طرف به عنوان دو متحد استراتژیک و من اطمینان دارم که مقام های آمریکایی قدم های جدی رو خواهند برداشت تا دیگه چنین اتفاقی نیفته. در مورد اهداف احتمالی این روزا صحبت زیاد شده، خود نهاد شما افتیدی یا بنیاد دفاع از دموکراسی هم نقشه‌های منتشر کرده از نقاطی که احتمالاً ممکنه هدف اسرائیل قرار بگیرن. میدونیم که آمریکایی‌ها هم با حمله به تأسیسات نفتی و هم با حمله به تأسیسات اتمی مخالفت کردن. به نظر میرسه بر اساس مشاهدات فعلی محتمل ترین اهداف تأسیسات نظامی و موشکی ایران هست. آیا همین برداشت شماست یا فکر میکنید هنوز هم احتمال داره اسرائیل به اهداف دیگری هم به جز تأسیسات موشکی و نظامی حمله کنه؟ ببینید من که در بنیاد دفاع از دموکراسی کار میکنم FDD طبق تحلیل های ما این رو روی نقشه گذاشتیم و اینها رو تقسیم کردیم به سه کاتگوری یا طبقه اهداف رژیم، اهداف نظامی و اهداف هسته‌ای. فکر میکنم که اسرائیل مقام های جمهوری اسلامی رو سورپرایز خواهد کرد، غافلگیر خواهد کرد، از شیوه ها و اهدافی استفاده خواهد کرد که اونها انتظار نداشته باشند و از پلتفرم ها و لوکیشن هایی که براش آمادگی نداشته باشند. طبیعتا این اولین حمله مستقیم اسرائیل به مقام های به رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود، اما آخرین اون نخواهد بود. به اعتقاد من داریم وارد یک فاز یا مرحله جدیدی از عملیات نظامی و ژئوپلیتیک در خاورمیانه میشیم که در اون شاهد تداوم تبادل آتش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود و به این ترتیب من بر این باور هستم که کاری که این بار اسرائیل خواهد کرد این خواهد بود که راه رو هموار خواهد کرد برای حملات آتی و تمرکزش روی قابلیت‌های دفاعی و قابلیت‌های تهاجمی جمهوری اسلامی خواهد بود و شاید چند لوکیشن بیشتری رو هم بزنه نسبت به اون چیزی که ما پیش بینی کردیم. و آخرین چیزی که میتونم بگم اینه که ایران ممکن از طریق حزب الله تلاش کنه و تلاش کرد که در قیصریه نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو رو به قتل برسونه. این حرکتی بود که مجوزش رو رژیم جمهوری اسلامی صادر کرده بود و البته این هم حالا به اسرائیل این توان رو میده، این قابلیت رو میده که بگه اگه شما به رهبر ما حمله میکنید ما هم حق مشروعمونه که همین کار رو با شما کنیم. گمانه‌زنی هایی هم در این هفته‌های گذشته مطرح شده که آیا بعضی از اهداف سیاسی از جمله رهبر جمهوری اسلامی هم میتونه یکی از اهداف احتمالی باشه یا نه. با توجه به عرف بین الملل، با توجه به پیشینه اسرائیل و با توجه به پیچیدگی تنش فعلی خاورمیانه چقدر فکر میکنید که واقعا ممکن اسرائیل دست به چنین اقدامی بزنه که رهبر جمهوری اسلامی رو بخواد هدف بگیره؟ I
فکر میکنم که این یک سناریو هست و خب البته من قبل از اون حمله پهپادی حزب الله که با مجوز جمهوری اسلامی به خانه نتانیاهو انجام شد پاسخم متفاوت میبود. قبل از اون حمله اگه از من میپرسید میگفتم که این احتمالش خیلی خیلی کمه، اما بعد از اون حمله این احتمال این سناریو به صورت معناداری بیشتر شده و من فکر میکنم که رهبر جمهوری اسلامی هم آگاه هست نسبت به این ریسک و داره که تدابیر لازم رو به همین رابطه در همین رابطه اتخاذ میکنه. و یکی از دلایل این که زمان بندی و زمان حمله اسرائیل رو تعیین میکنه همین در دسترس بودن اهداف هست. حالا نمیدونم که این بار آیا رهبر جمهوری اسلامی یکی از این هدف ها باشه، ولی معتقدم که این قطعا یکی از گزینه هاست، چرا که در واقع ایران بوده که این جنبه رو باز کرده، این جنبه رو روی میز گذاشته، چون اونها هم با موشک به اسرائیل حمله کردن و هم تلاش کردن که رهبر منتخب اسرائیل به صورت دموکراتیک رو نخست وزیر این کشور رو به قتل برسونن. بنابراین همونطور که اشاره کردم پیشتر در یک فاز در یک مرحله جدید عملیات در خاورمیانه هستیم. اسرائیل من فکر میکنم که این در واقع مانع ذهنی رو پشت سر گذاشته و حالا کاملا به این درک و باور رسیده که باید با رژیم شرور و سرکوبگر جمهوری اسلامی مستقیما بجنگه. به این باور رسیده که اسرائیل نمیتونه دیگه در صلح و ثبات در خانه و سرزمین آبا و اجدادی خودش زندگی کنه، اگر که این ریشه شر در خاورمیانه یعنی جمهوری اسلامی رو از زمین بر نکنه. منظور مردم ایران نیستن، بلکه منظور رژیم جمهوری اسلامیه که مردم ایران رو گروگان گرفته و خشونت و تروریسم رو داره در تمام منطقه گسترش میده و اسرائیل دست از مبارزه با این رژیم بر نخواهد داشت. دولت آمریکا ابراز امیدواری کرده که شاید واکنش اسرائیل پایان این تنش دست کم برای یک دوره زمانی محدود باشه. آیا برداشت شما هم این هست که این یک حمله واکنشی محدود خواهد بود یا شاهد جرقه یک جنگ بسیار بزرگتر و طولانی خواهیم بود؟ فکر میکنم اگر کسی بخواد امید داشته باشه که وضعیت در خاورمیانه تعرض حلقه آتشی که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل ترتیب داده، کسی بخواد امید داشته باشه که این وضعیت به این زودی به پایان برسه، این ساده انگارانه و ساده لوحانه است. میزان خشونت، پول و انرژی که از 7 اکتبر به این سو علیه اسرائیل هزینه و خرج شده، این رو ما میدونیم و میبینیم. اسرائیل این حق رو داره که از خودش دفاع کنه و در دشمنان خودش رو که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند شکست بده. من در این لحظه فرصت زیاد و شانس زیادی برای کاهش تنش نمی‌بینم، برعکس می‌بینم که احتمال گسترش تنش بیشتر هست به واسطه تعرض ایران علیه اسرائیل و تصمیمی که حالا در اسرائیل بالاخره گرفته شده که سرانجام استراتژی خودشون رو علیه ایران عوض کنن و بالاخره بیان مستقیم با تهدید جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم کنن. معنی این خواهد بود که احتمالاً فرصتی خواهد بود در خاورمیانه برای همه دشمنان جمهوری اسلامی که با هم دیگه یک پارچه بشن، متحد بشن، با هم بجنگن، از هم حمایت کنن و از منافع این اتحاد برخوردار بشن. در وهله اول مردم ایران از تضعیف این رژیم بیشترین بهره را خواهند برد و شاید یک روزی در آینده نزدیک بتونن از شر این رژیم خلاص بشن و دیگر کشورهای منطقه هم که به دنبال پیشرفت، به دنبال رفاه اقتصادی، صلح، شکوفایی و چیزهای مثبت هستند، اونها هم این گزینه رو خواهند داشت که در کنار اسرائیل، در کنار ایالات متحده آمریکا به این سمت حرکت کنند. و خلاصه بگم فکر میکنم که ما در آستانه یک مرحله، یک مقطع جدید و خشونتبار تاریخ خاورمیانه هستیم که بعد از اون اتفاقهای مثبت خواهند افتاد، فرا خواهند رسید و این یک فرصتی خواهد بود که از شر رژیم جمهوری اسلامی خلاص بشیم، رژیمی که برای مدت‌های بسیار مدیدی مشغول گسترش شر و تروریسم در خاورمیانه بوده. سرهنگ بازنشسته جاناتان کانریکس، سخنگوی سابق ارتش اسرائیل و عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، ممنونم.
نیویورک تایمز هم به نقل از 4 مقام جمهوری اسلامی گزارش داده که مقامات حکومتی در تهران در حال آماده سازی چندین طرح نظامی برای پاسخ تلافی جویانه به حمله احتمالی اسرائیلن و به نیروهای مسلح دستور دادن برای جنگ آماده باشند. نیویورک تایمز نوشته با توجه به اینکه مقامات جمهوری اسلامی شاهد نابودی متحدانشون در لبنان و غزه هستند، تلاش زیادی میکنن از وقوع جنگی تمام عیار جلوگیری کنند. با این همه علی خامنه‌ای به سپاه و ارتش دستور داده چندین برنامه نظامی عملیاتی برای پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل آماده کنند. مقامات نظامی و سیاسی در جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند واکنش ایران متناسب با میزان و شدت حمله احتمالی اسرائیل خواهد بود. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، به نظرتون جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته حالا که وارد نزاع شده خودش رو برای یک جنگ تمام عیار و طولانی آماده کرده؟ بله، مجبور این کار رو بکنه، برای اینکه به هر حال در هر شرایط بحرانی، در هر تنش، سطح بالای تنش، هر کشوری این احتمال رو میده که ممکنه حالا چه مقصر باشه، چه تهاجمی باشه و چه تدافعی. با این موضوعش اصلا کاری ندارم، ولی به هر حال طرح‌های مختلفی در نظر گرفته میشه و یک واقعیت خیلی بدیهی رو به نظر من در مقاله نیویورک تایمز بهش اشاره شده که به هر حال هر سیستم حاکمیتی سعی میکنه که احتمال جنگ تمام عیار رو هم در نظر بگیره و برای اون سناریوهای حتی اکثری آمادگی لازم رو داشته باشه، ولی خب امیدوار باشه که وضعیت به اونجا کشیده نشه و بتونه در وضعیت در سطح تنش خیلی پایین‌تری بتونه مدیریت بکنه، حالا یا تنش رو در همون سطح نگه داره یا اینکه به سمت کاهش تنش پیش بره. در نهایت سعی میکنه که حد اکثر منافع رو برای خودش به دست بیاره، حالا چه اگر درگیری بخواد در سطح خیلی بالا باشه بتونه سعی بکنه که به پیروزی برسه، تلفات خودش رو کم بکنه، آسیب‌های خودش رو کم بکنه، در مقابل حد اکثر تلفات و آسیب رو به طرف دیگه وارد بکنه. اونطوری که فرماندهان سپاه در پس از حمله به پایگاه عین الاسد در سال 2020 ادعا کردن، همون موقع هم میگفتن که ما آمادگی سپاه، آمادگی یک جنگ تمام عیار یا حداقل چند مرحله زد و خورد در سطح خیلی بالا رو با آمریکا داشته و احتمال هزاران تلفات و آسیب رسیدن خیلی زیاد به زیر ساختارهای نظامی و غیر نظامی ایران رو میدادن. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، فکر میکنید واکنش احتمالی ایران متعارف یا نیمه متعارف خواهد بود مثل همین پرتاب موشک و پهپاد، یا ممکنه دست به یک اقدام بسیار گسترده و غیر متعارف بزنه مثل بستن تنگه هرمز، مثل حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس که متحد آمریکا اونها رو میبینه، یا حمله به پایگاه‌های آمریکایی در این منطقه؟ خب همونطور که چندین بار فرماندهان نظامی و مسئولان حکومت اسلامی این سیگنال ها رو منتقل بکنم، پاسخشون هم قراره که متناسب باشه. اگر اسرائیل یک حمله محدود بکنه، از طرف ایران احتمالاً این جواب خیلی محدود خواهد بود یا اصلا جوابی ممکنه ندن، ولی اگر پاسخ اسرائیل یک حمله بسیار جدی باشه و آسیب‌های خیلی جدی به برخی مرکز نظامی، غیر نظامی اقتصادی یا رهبری به خصوص بزنه، در اون صورت این احتمالش هستش که اینا سعی بکنن به خاطر اینکه بتونن یا بازدارندگی به وجود بیارن یا اگر احساس بکنن که ممکنه این سطح تنش خیلی سرعت به یک درگیری تمام عیار کشیده بشه، بخوان که حد اکثر ضربه رو در همون مراحل اولیه بزنن، حالا تعداد شلیک تعداد بالای موشک‌های زمین به زمین ممکنه باشه. اگر مرکز نفتی ایران مورد حمله قرار بگیره، پایان خارک، برخی از پالشگاه‌های مهم یا تلمبه‌خانه‌های مهم، اون موقع احتمال این که به صورت مستقیم پالشگاه‌های اسرائیل مثل در حیفا و اشکالون یا سایت‌های مربوط به آفشور گاز اسرائیل، میدان‌های گازی اسرائیل رو حمله بکنن، در مرحله اول وجود داره. و اگر کشور عربی به نوعی احساس بکنه ایران که
همکاری داشتن در این عملیات اسرائیل، ممکنه که کار به درگیر شدن با حمله به مرکز نفتی کشور عربی خلیج فارس هم منتهی بشه. ولی بسته شدن تنگه هرمز، من فکر میکنم سعی بکنم به صورت هدفمند در آمده شد در اونجا اختلال ایجاد بکنن و برای نمونه ممکنه جلوی تردد ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز بگیرن که این میتونه خیلی سریع به بروز درگیری هایی در این منطقه دریای عمان و خلیج فارس منتهی بشه، به خاطر اینکه برای ناوگان پنجم در بحرین هستش و آمریکا اجازه نخواهد داد که ناوگان پنجم در خلیج فارس محبوس بمونه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. دادستان‌های فدرال در منهتن نیویورک کیفرخواست جدیدی را صادر کردند که در اون یک مقام ارشد سپاه پاسداران رو به اتهام مشارکت در توطئه نافرجام برای قتل مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق بشری و روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی متهم شده. رویترز در گزارشی با اشاره به کیفرخواست دادگاه فدرال بروکلین، نام روح الله بازغندی که پیشتر رئیس اداره ضد اطلاعات سپاه بوده رو بهش اشاره کرده. دادگاه فدرال پیش از این علیه اعضای یک سازمان تبهکار اروپای شرقی مرتبط با حکومت ایران هم به دلیل تلاش برای ترور مسیح علی نژاد اعلام جرم کرده بود. کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال ایالات متحده اف بی آی، بر این باوره که این کیفرخواست شمای کاملی از رویکرد جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای یک خبرنگار آمریکایی به خاطر انتقاد از رژیم ایران رو آشکار میکنه. پیشتر هم 4 مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای ربودن مسیح علی نژاد از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده بودند. خود مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار فعال سیاسی، از نیویورک به ما پیوسته. خانم علی نژاد، چقدر فکر میکنید با این کیفرخواست عدالت دست کم تا اندازه حالا جاری شده؟ اتفاقا من فکر کنم که به نشانه هایی از عدالت داریم نزدیک میشیم، چون واقعیتش اینه که فرهاد عزیز، وقتی در گذشته 4 نفری که بازداشت شدن از اروپای شرقی بودن و از فرقه تبهکاری بودن که همشون تتو داشتن بر بدنشون و جمهوری اسلامی به راحتی میتونست در مجامع بین المللی راه فرار برای خودش پیدا بکنه و تاکید بکنه که اینها هیچ ربطی به ما ندارن، ولی در نشستی که من اخیراً با در واقع برخی از افراد وزارت دادگستری آمریکا و پلیس فدرال FBI داشتم، تاکید اونها هم همین بوده که اولین باره که اسامی در واقع کسانی که در سپاه هستن، خصوصا یکی از فرماندهان رد بالای سپاه رو داره وزارت دادگستری مطرح میکنه، یعنی که جمهوری اسلامی مشخصا الان پرونده‌ای باز شده داره و من میتونم پیگیری بکنم. ببینید، فراموش که نمیکنیم جوزف بورل بارها میگفت هیچ پرونده‌ای علیه سپاه وجود نداره، الان رسما این پرونده نشون میده که سپاه دنبال عملیات تروریستی در خاک آمریکا بوده. چقدر فکر میکنید اصلا باز شدن کیفرخواست‌های این چنینی ممکنه تغییر رویکردی ایجاد بکنه در تهران؟ آیا اصلا احساس امنیت بیشتری میکنی الان یا فکر میکنی همچنان جمهوری اسلامی به دنبال اقدامات مشابه؟ ببینید، بر اساس چیزی که خب با خود دولت آمریکا من حرف میزنم، واژه امنیت و احساس امنیت برای من هرگز از طرف اونها یه چیز گارانتی شده ای نیست که حتما من امن هستم. نه، اینطور نیست. تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت هست، هیچ کسی که مخالف این حکومت امنیت نخواهد داشت. حتی خود شما فرداد عزیز، همکاران شما در ایران اینترنشنال، حتی کسانی که در واقع دو تابعیت دارن، کار سیاسی هم نکنن به داخل کشور سفر بکنن، باز هم امنیت ندارن، چون از اونها در واقع به عنوان گروگان استفاده میشه. بنابراین نه، من احساس امنیت نمی کنم، ولی احساس خوشحالی می کنم وقتی میبینم که دولت آمریکا در این حد میتونه نفوذ بکنه به دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی. و اسم روح الله بازغندی رو وقتی مطرح کرده بودن، برای من بسیار جالب بود جزئیات رو که خوندم که چطور حتی به موبایل این افراد دسترسی داره و چه چیزایی رو سرچ میکنن رو هم بررسی میکنه. خب این سطح از رسوا شدن جمهوری اسلامی، در واقع بی ارزگی اونها در جامعه جهانی مطرح میشه، خب مایه خوشحالی داره، نشون میده که اونها در عین اینکه قاتل هستن، ظالم هستن، ولی جایی وجود داره که ما هم عدالت رو ببینیم. من اتفاقا دیروز در
CNN و در فاکس نیوز مشخصا همین سوال ازم پرسیدن که الان فکر میکنی جمهوری اسلامی دست برمیداره؟ گفتم نه، جمهوری اسلامی دست بر نمیداره تا زمانی که دولت‌های غربی به اندازه‌ای که خود دیکتاتورها دارن به هم کمک میکنن، حمایت میکنن، متحد هستن، کشورهای دموکراتیک با هم متحد نباشن. الان سپاه تروریستی در لیست هست در آمریکا، اما بقیه متحدانش این کارو کردن؟ نخیر. بنابراین تا زمانی که این حکومت به عنوان یک حکومت تروریستی حذف نشه و از بین نره، ما در هیچ جای جهان امنیت نخواهیم داشت. به حذف این حکومت اشاره کردی، میدونم که مثل ما بقیه داری دنبال میکنی تحولات منطقه رو. احتمال بسیار جدی وجود داره که اسرائیل در روزهای پیش رو حمله بکنه. چه هست نگاهت، چه فکر میکنی در مورد واکنش احتمالی اسرائیل به جمهوری اسلامی؟ ببینید، طبیعتا من به عنوان یک ایرانی، خط قرمزم جان غیر نظامیان هست. برای من و میلیون ها ایرانی دیگه مهمه که بدونیم در این درگیری که خامنه ای به وجود آورده، جمهوری اسلامی و یک حکومت جنگ طلبش، حکومتی که همین بلا رو سر مردم خودش در داخل کشور هم آورده، سر شهروندان اسرائیلی هم آورده و سر شهروندان فلسطینی هم آورده. یعنی فقط جمهوری اسلامیه که جان آدمی براش مهم نیست و منطقه و خاورمیانه رو به جنگ کشونده. در این بزنگاهی طبیعتاً خواست من اینه، مثل همه ایرانیان دیگه، که هیچ آسیبی مردم نبینن. ولی تأکید میکنم باز هم مثل بسیاری از ایرانیان دیگه، برای من جای خوشحالی و خرسندی داره اگر ببینم هر حرکتی باعث تضعیف جمهوری اسلامی میشه، از جمله از بین بردن فرماندهان سپاه. قاسم سلیمانی رو وقتی کشتن مردم جشن گرفتن، وقتی حسن نصرالله رو کشتن، اسماعیل هنیه رو کشتن، آقای سنوار رو کشتن، تک تک این تروریست ها رو کشتن، مردم جشن گرفتن. من بخشی از اون مردم هستم. وقتی میبینم که خوششانس بودم از من محافظت شد، ولی روح الله زم چه شد؟ جمشید شارمت کجاست؟ حبیب اسود رو اعدام کردن و بین ما دو دستگی ایجاد کردن که از همدیگه حمایت نکنیم، نام بذاریم بر همدیگه، تخریب شخصیتی بکنیم. من وقتی این چیزا رو میبینم میگم تو این شرایط اتفاقا شاید همدلی بیشتری ایجاد بشه، فعالان مدنی، مخالفان جمهوری اسلامی شاید درس بگیرن که به همدیگه نزدیکتر بشن و بتونن از همدیگه حمایت بکنن و دولت‌های غربی رو وادار بکنن که به مردم ایران آسیب نزنن، ولی هدفشون تضعیف جمهوری اسلامی و کمک به مردم ایران برای نجات پیدا کردن از شر جمهوری اسلامی باشه. در صحبتات کوتاه به جوزف بورل اشاره کردی. به نظر میرسه که آمریکایی‌ها خب موضوع سپاه پاسداران الان خیلی جدی‌تر گرفتن، چه در سطح سیاسی چه در سطح کیفری، مانند پرونده خود شما. چقدر فکر می‌کنی که این اقدامات به خصوص آمریکایی‌ها میتونه تأثیر بذاره رو دولت‌های غربی دیگر، به خصوص در کشورهای اروپایی؟ من تا یه حدودی فکر میکنم که همه چیز باز برمیگرده به ما و فشارهایی که تو جامعه جهانی باید ما وارد بکنیم به کشورهای غربی. برای همین خودم به اندازه توانایی خودم تلاش کردم که حتی در انتخابات آمریکا نیام تخم مرغام رو بذارم در سبد یک کاندیدای راستگرا یا چپگرا یا دموکرات یا جمهوری‌خواه. برای من ایران مهمه. آن کسی که در آمریکا توی قدرت باشه انقدر برای من اهمیت نداره، صادقانه میگم. برای من مهمه که بدونم چه کسی نباید در قدرت باشه و اون جمهوری اسلامی قاتله. در چنین شرایطی باید تلاش بکنیم همه مخالفان جمهوری اسلامی نزدیک بشن به جمهوری خواهان و دموکرات ها و به اونها میخواستم بگم بفهمونن، ولی منظورم اینه که به اونها در واقع این آگاهی رو بدن که برای جمهوری اسلامی واقعا فرقی نداره که شما جمهوری خواه هستین یا دموکرات هستین. براشون دموکراسی سمه، براشون آزادی بیان سمه و از آمریکا متنفرن، از اسرائیل متنفرن و همه شما رو هدف قرار خواهند داد. در چنین شرایطی بازم تاکید بکنم که ما باید خیلی فراجناحی و فراحزبی همه گروها، کشورهای اروپایی و آمریکایی رو دعوت بکنیم به اینکه در برابر سپاه تروریستی بیست و با این حکومت وارد مذاکره هرگز نشن. حالا که این پرونده‌های کیفری توسط دادستانی منهتن داره پیش میره، آیا خودتون شخصا هم میخواید شکایت مدنی هم علیه جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران ارائه کنید؟
واقعیتش اینه که من ابتدا باید ببینم دادگاه علنی که داره برگزار میشه به کجا میرسه. فرداد عزیز، اتفاقا دوست دارم از این فرصت استفاده بکنم و بگم که این افشاگری که وزارت دادگستری آمریکا کرده فقط رسوایی برای جمهوری اسلامی نیست. این یک رسوایی برای تک تک کسانی هست که لابیگری کردن برای این حکومت تروریست و انکار کردن قتل و ترور رو، نقشه ترور منو انکار کردن. رسوایی هست برای کسانی که در دام ارتش سایبری افتادن و بسیار ساده لوحانه تلاش کردن انکار بکنن این نقشه ترور جمهوری اسلامی رو، همون بلایی که سر روح الله زم آوردن، ترور شخصیتی کردن. میدونید چقدر به من قدرت میده، به ما و کسانی که همیشه زخم خورده یک حکومت این و از طرف دیگه روایتگری جمهوری اسلامی رو بخشی از اپوزیسیون میپذیره و زخمی میکنه. من فراموش نمیکنم ترور شخصیتی که علیه روح الله زم شد، تا مدت ها جمشید شارمت رو تنها گذاشتن، حبیب اسود وقتی اعدام شد کسی ازش دفاع نکرد. بنابراین فکر میکنم ابتدا باید دادگاه علنی که برگزار میشه تو نیویورک از تک تک اونایی که انکار کردن، مالکشی کردن برای جمهوری اسلامی دعوت بکنیم در این دادگاه علنی بیان و شاهد این باشن که جمهوری اسلامی تروریست محاکمه میشه در آمریکا. ممنونم. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار فعال سیاسی از نیویورک، و ممنون از شما که